که ما بگیم هوتگا را حذف کنیم اصلا امکان پذیر نیست. میشه گودالا را حذف کرد، شاید گودالا یه چیز اضافی باشه. گودالا در واقع وجود آمدن، یکی رفته خاک برداری کرده از یه نقطه خونه درست کنه، یه گودال درست کرده و خاک برداری، حاصل خاک برداری هست. دشتیاری خونه یه جوری ساخته شده، ما نقطه سیلاب خیز هستیم و فونداسیون خونه در حدی که 2 متر بالا سطح زمین درست میکنن و دور تا دورشون خاک میذارن و این خاک باید از یه برداشت بشه و این خاک برداری باعث ایجاد گودال میشه. یه قانون بشه که ایجاد گودال در محدوده روستاها ممنوع بشه. در شهرستان دشتیاری ما 162 روستا داریم که در بین 162 روستا ما تقریبا 300 هوتک داریم. از بین این 300 هوتک، آماری که من از آموزش پرورش گرفتم، 35 هوتک در محدوده و نزدیکی مدرسه هستند. غرق شدن کودکان در هوتک اتفاق جدید و تازه نیست، از قدیم الهیام بوده و هست و اینطور ما به این ولوال هم پیش بریم قطعا در آینده هم خواهد بود. آماری که من از معتمدین گرفتم در دهه گذشته سال درس 90 تا امروز بگیریم، حدودا 45 نفر کودک غرق شده. این 6 نفری که اخیرا غرق شدن، اینا تشنه آب نبودن، اینا تشنه فضاهای بازی سرگرمی نبوده، فضای بازی نبوده، فضای سرگرمی نبوده، فضای ورزشی. بچه ها مادران یا خواهرانمون برن آب برداشت کنن، این شیب اینقدر تنده و کوچکترین لغزشی یه سوری میفته داخل هوتک و همین کودکانی که ما این 45 کودکی که در دهه گذشته از دست دادیم، اکثرشون سر خورده، لیز خوردن. اولین کاری به نظر من خیلی راحت میشه انجام داد، بحث سکو. سکو بتونی درست کنید در محل برداشت آب، یک نقطه یا دو نقطه در روستا در اتاق محل برداشت آب مشخص کنید، سکو به صورت پلکانی